پس از آن که ویروس کرونا در افغانستان گسترش یافت و مردمان بیشتر شهرها را نگران ساخته است، برخی از کارخانه های تولیدی ابتکار کردند و لباس های ضد ایمنی به خاطر ویروس کرونا و نیز ماسک ساختند. در این حال این کارخانه ها می گویند که این تولیداتشان را با قیمت ارزان به شهروندان کشور به فروش خواهند رساند. این شرکت های تولیدی می گویند که بیشتر عمده فروشان بهای مواد ضد عفونی و ماسک را بسیار بلند برده بودند و از همین رو آنان تولیداتشان را آغاز کردند تا دسترسی مردم به ماسک و مواد ضد عفونی سهل تر شود. این کارخانه تولیدی هم لباس ضد ویروس و کرونا می سازد تا بخشی از مبارزه با این ویروس را عهده‌دار باشند. موږ د دې د پاره دا دغه کړې کرونا اوس په وطن کې اوس ډېر زیات شوی دی. دا وطن د پاره او د مخلوق د پاره د دغو د پاره خدمت کوو چې دا کرونا دغه مو ارزانه ریټ لګولی 250 روپۍ مو ریټ هم لګولی. خیریه د پاره چې دغه کرونا اوس زیات شوی دی چې اوس موږ هم دغه د پاره اوس کمک کوو. این کارخانه تولیدی لباس کار دخت لباس را کنار گذاشته و تلاش دارند تا ماسک های بیشتر بسازند تا مردم بتوانند با بهای پایین به ماسک دسترسی داشته باشند. میگویند یک ماسک در بازار حتی تا 40 افغانی به فروش رسیده است، اما آنان ماسک را کمتر از 15 افغانی به فروش می رسانند. اقدام به این کردیم که باید ما ماسک زیر شروع کنیم و کار لباس توقف بودیم. اولی بود که قیمت گزاف ماسک هایی که در بیرون به فروش می رسید که به همه معلوم از به قیمت 30 تا 50 افغانی تا رسیده بود. خواستیم در قدم نخست این همکاری را برای هموطنان خود داشته باشیم که بتانیم به قیمت کمتر به فروش برسانیم و دومی که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بتانیم اقدام بکنیم. هرچند قیود گشت و گذار در پایتخت و شماری از ولایت ها وضع گردیده، اما وزارت صحت از مردم خواسته است تا مسئولیت هایشان را برای مبارزه با ویروس کرونا انجام دهند و روند قرنطینه را رعایت نمایند. در غیر آن این ویروس دامنگیر بیشتر مردم در افغانستان خواهد شد.